سنیه های تندروی طالبان سال گذشته توانستند قدرت را در افغانستان در دست گیرند که پیش از آن چند سال با آمریکایی ها در دوحه قطر مذاکره کرده بودند بدون شک در چند سال مذاکره محرمانه بین طالبان و آمریکا توافقاتی صورت گرفته بود که بسیاری از آنها محرمانه بود و تنها بخشی از آن به صورت رسمی اعلام شد و در آینده باعث تغییر موضوع کشورهای مختلف جهان نسبت به طالبان خواهد شد به گزارش همکارم حورا عبدالمجید توجه فرمایید توافق محرمانه بین طالبان و واشنگتن در دوهه یکی از اسرار روزهای پایانی جنگ افغانستان درباره بیرون شدن نیروهای بخش ویژه ای زیر نظر ای از مناطق تحت کنترل طالبان و گریختن به خارج از این کشور را افشا می کند. تخلیه نیروهای ویژه مشهور به بخش خاص که از سوی سازمان CIA برای مقابله با طالبان شبکه حقانی و القاعده تشکیل شده بود یکی از نقاط تاریک جنگ افغانستان است اینترسپت در گزارشی نوشت بسیاری از نیروهای بخش خاص از سوی CIA و با معامله با طالبان از افغانستان بیرون شدند به نوشته این رسانه ای آمریکایی CIA به پرسش های دقیق درباره نقش خود در نظارت تخلیه و جابجایی دوباره اعضای بخش خاص و اینکه آیا این اداره برای کمک به نظامیان و خانواده های آنها که در افغانستان باقی مانده اند متحد است یا خیر پاسخ نداد یکی از سخنگویان CIA در این خصوص گفت آمریکا به افرادی که در طول سالها برای ما کار کردند متعهد است که مسیر مشخصی را برای دریافت شهروندی ایالات متحده ایجاد کند این زمان میبرد اما ما هرگز شرکای خود را فراموش نمی کنیم و متعهد به کمک به کسانی هستیم که به ما کمک کردند ما به همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه و سایر سازمان های دولتی ایالات متحده به این تلاش ادامه می دهیم. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا این خدمت طالبان و خدمات احتمالی دیگر این سنی های تندرو باعث خواهد شد که آمریکا هم برای جبران آن حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد؟ هورا عبدالمجید اخبارشیه